آهسته و با احتیاط قدم بر می دارد. یک پاییز دیگری عمرش در حال رفتن است. نیزارما ظریفاوا یک سال بزرگتر از جمهوری تاجیکستان سن دارد. وقتی که او به دنیا آمد، در نقشه سیاسی جهان اصلا کشور به نام تاجیکستان وجود نداشت. این زنی کهنسال تاجیک که اکنون 92 سال دارد، شاهد تأسیس جمهوری تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی، فروپاشی این اتحاد و به استقلال رسیدن تاجیکستان در 24 سال پیش است. در جامعه سنتی و مرد سالار تاجیکستان، چی در گذشته و چی حالا، تهیه غذا، مراقبت از کودکان و انجام کارهای دیگر خانه از وظایف اصلی زنان محسوب می شود. البته حالا هزاران زن و دختر در مدیریت کشور مشارکت فعالانه دارند. اما در نخستین سالهای تأسیس جمهوری تاجیکستان در 90 سال پیش، زنان فعال و رهبر تقریبا نبودند. زنانی که کار اجتماعی یا سیاسی می کردند با هزار مانع و مشکل روبرو می شدند. علی‌رغم محدودیت و سختی ها، نیزارما توانست شخصیتی بارزی از خود بسازد و تا به بالاترین منصب های دولتی ارتقا یابد. اگرچه در آوان کودکی مسیری پرپیچ و خم و ناهمواری را طی کرده. ما کودک ها آدم های فقیر مذاب میکشیم، هم از طرف گرسنگی، هم سر لباس، هم نگاه و بین خواجگی. 7 سال داشت که چند زن برای جوان از یک خانواده ثروتمند به خواستگاری نیزارما آمدند. سرم پری خوکستر کدم، روح هم و لباس هم شب پیدم، پولیچ کدم، دویده خوکا چنگا پلان کده رفتم. پدرم یک تبسم شو کدن و یا با نگاه کدن. گفت این خطان نیب بای کلین خلاص ابراب داریم. ای چی کلین می برایه و چی خدمت بار می برایه و چی می شوهی؟ حالی گودکه، حالی بازی کنش ده کار. هر بار که خانواده بزرگش گیردی هم می آیند و عکس های دوران گذشته را نگاه می کنند، خاطرات زمان های گوناگون زندگیش زنده می شود. علی‌رغم مخالفت مادرش پیش از جنگ جهانی دوم، او را همراه با ده‌ها دختر دیگر روستایی به شهر دوشنبه آوردند و او در آموزشگاه تربیت معلم به تحصیل پرداخت. وقتی در سالهای جنگ جهانی دوم در سازمان جوانان کلاب در جنوب تاجیکستان و بعدها در دفتر حزب کمونیست در شهر دوشنبه کار می‌کرد، همکاران مردش به او روی خوشنشان نمی‌دادند. زن چیه؟ زن خونشین، خودکارش خونشینی های، بچه پروری های، گو مولا نگو کهان های، ای های، دخترو خشوش میدین، میخونین، بعد دست به دست چیزا میدین، ای خیلی گپومونو میزدن. نیزارما بعد از ازدواج در سن 22 سالگی و به دنیا آوردن دو فرزندش نیز به فعالیت های سیاسی و اجتماعیش ادامه داد. وی برای جلب دختران مناطق روستایی به مدارس تلاش میکرد و در احیای اقتصادی ضعیفی بعد از جنگ جهانی دوم در تاجیکستان سهم میگرفت. اما مشکلاتی تازه به تازه بروز میکرد. طرف خشاخوی ما در کسل تیف چومه پیدا شد که از بعضی بغض اون که کسل سیل یکون گودک در بعضی خونه یکون گودک زنده نموند. اگرس نگیدن. این عکس او در روی جلد مجله یک زمان مشهوری زن شوروی چاپ شده بود که در کشورهای زیادی جهان توزیع می شد. چند سال پیش نشریه در آلمان نام نیزارما ظریفاوا را در کنار اسامی چند تن از زنان مشهور جهان قرار داده بود. نیزارما ظریفاوا با عنوان دبیر حزب کمونیست و معاون رئیس پارلمان تاجیکستان از دهه 60 تا 80 میلادی با بسیاری از رهبران اتحاد شوروی و شخصیت‌های تاریخ‌سازی آن زمان دیدار و ملاقات‌های داشته، از جمله با والنتینا ترشکوو اولین زن فضانورد جهان ملاقات کرده بود. همچنین در اوایل دهه 1970 مسئولیت راهبلدی و همراهی یک هیئت 53 نفره ایران به سرپرستی شهبانو فرح پهلوی را که به دوشنبه سفر کرده بود بر عهده داشت. کتاب زندگیش صفحه های نانوشته زیاده دارد. سال هاست که بازنشسته است.
زندگی معمولی دارد. معادل 100 دلار از دولت حقوق ماهانه می گیرد. اما سختی های دوران کودکی و جوانیش را با دشواری های امروز قابل قیاس نمی داند. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه.